با درود خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه فرهنگسازی آرتیمیس سهورا هستم کل حزب رستاخیز ایرانگرایان و برنامه دیگری از سری برنامه های فرهنگسازی رو با هم امروز خواهیم داشت امروز میخوام براتون درباره در واقع نقش زنان در ساختن یک جامعه پیشرو و حقوق زنان در واقع به عنوان نخستین گام در ساخت یک جامعه قانونمند صحبت کنم برای آغاز یک چنین جستاری ما نخست باید بدونیم که اصلا جامعه مدنی چیه و تفاوت جامعه مدنی با مدنیت چیه مدنیت خب همونطور که بسیار شما ممکنه با مفهوم این واژه با آشنا باشیم به مفهوم و معنی شهرنشینی است تمدن های کهن شرق و غرب از چند هزار سال پیش از زمانی که آغاز به یک جانشینی کردند کشاورزی کردند و ایجاد جم... روستاهای پرجمعیت رو در واقع کردند آهسته آهسته تبدیل شدن به شهرها و زندگی شهرنشینی تجربه شد. و به معنی در واقع این بود که افراد در یک جایی که یک جامعه است پیشرفته تر از جامعه بدوی نخستین زندگی می با یک سری از قوانینی و یک سری از ارتباطات اجتماعی که مفهوم شهر رو داشت و به اصطلاح پیشرفته تر از روابط انسان های در آبادی های کوچکتر یا به صورت پراکند و قبیله ای بود اما واژه به معنی در واقع جامعه مدنی تفاوت داره با اون یک مفهوم کاملا جدیدی است در جهان که شاید بیشتر از 200 سال پیشینه نداره و میشه گفت که جامعه مدنی یک ویژگی های خاصی داره که اهدافی رو دنبال میکنه ویژگی های خاص جامعه مدنی جامعه ای است که نخست قانونمنده و هدف اون کاهش فقر و شنیدن صدای رساتر در افراد ناتوانتر یک جامعه مانند زنان کودکان یا زیستبوم یا جانداران دیگر جانوران دیگر و حفظ حقوق اونهاست در یک جامعه مدنی برابری انسان ها در برابر قانون ویژگی دیگر جامعه مدنی است و حکومت دادگرانه و کارآمد در واقع برای نگهداری از یک کشور و پیشرفت دادن اون کشور از ویژگی های دیگره و عمل کارآمد در واقع کارشناسان منتخبی از سوی مثلا مردم به هر روی مسئولین یک کشور هستند و توانمند سازی میکنن اون کشور رو و توانمند سازی گو، گوشه گوشه یک کشور گروه های گوناگونه یک جامعه برای اینکه همه بتونن بهتر فعالیت کنن و همه به اصطلاح پیش برن به سوی یک جامعه یک پارچه قانونمند استوار و بتونه یک کشوری به سمت بهتر شدن حرکت کنه برای ساختن جامعه مدنی ما یک همکاری و شرکت داریم در پایه های در واقع هر فرد و جایگاه هر فرد در جامعه و برای این ساختن ای همچین جامعه ای ما همه انسان ها رو باید یک حقوق برابری بهشون بدیم حقوق برابر داشتن انسان ها اینو نخست من بگم به معنی برابر بودن همه افراد یک جامعه نیست افراد ما هم, هم میدونیم با همدیگه برابر نیستن برای اینکه یکی باهوشتر یکی کمهوشتر یکی مثلا توانمندتر یکی ناتوانتر یکی ممکنه به هر حال یک انسان دست و پادارتری باشه یکی سی ممکنه نباشه یکی زیباتر یکی زشتر انسان ها قرار نیست با هم برابر باشن ولی حقوق برابر داشتن و در برابر قانون همه یکسان و یک اندازه شمرده بشن و مسئولیتشون رو هم در برابر قانون و بر رابطه ای اونها با قانون دونستن رو در واقع باید در یک جامعه برابر کرد بنابراین سیاست گذاری درست و قوانین درست در یک جامعه لازمه که برای همه انسان ها بتونه حقوق برابری درست کنه و جایگاه رشد و پیشرفت برابری براشون بگذاره و بویژه این مسئله از اونجا مهمه که برای بخش های دور تر در یک کشور یا جاهایی که از بقیه کشور ممکنه پستر افتاده باشند، تشویق بکنن و امکاناتی رو فراهم بکنن از پایه و به صورت محلی که بتونن همه افراد یک جامعه در همه چهار یک کشور در واقع فرصت برابر پیشرفت و توسعه زندگی خودشون و پیشرفت و توسعه در واقع اون جامعه رو داشته باشن و امکانات و یا راه های که برای شرکت در سازندگی و پیشرفت در محل زندگی و کارشون بتونن افراد فراهم بکنه باید فراهم بشه و برای همین در یک جامعه مدنی تفاوتی بین گوشه های کشور وجود نداره یعنی شما اگر در یک نقطه دور افتاده کشورم برین اون جامعه باید با بقیه کل اون کشور همخانی داشته باشه هم از نظر امکانات هم از نظر به اصطلاح رفاه هم از نظر توسعه یافتگی و هم از نظر قوانی از سوی دیگه برای که بتونیم مردم یک جامعه رو به پیشرفتشون یا توانمند کردنشون کمک بکنیم باید بتونیم مردم رو همه مردم رو در سازندگی یک کشور دخالت بدیم و بتونیم صدای افراد گوناگون رو بشنویم در جاهای گوناگون و نیازهاشون رو و انتظاراتشون رو و این موجب میشه که جامعه از بالا به پایین ساخته نشه فقط جامعه از بخش های گوناگونش شروع کنه به ساخته شدن و بهتر شدن و توانمند شدن و توسعه یافتن به سمت بالا و رده های کوچکتر و پایینتر و دور افتاده تر از چشم دور نمونن خب همه اینها میتونه به کاهش فقر کمک بکنه و همه اینها میتونه به توسعه کشور کوچک کمک بکنه و همه اینها حتی اگر یک تغییرات کوچکی هم باشه میتونه شتاب بگیره ساختن یک جامعه رو به سوی یک جامعه مدنی در ایران حالا ما به ایران کلاسیک یا ایران پیش از اسلام کاری نداریم در این 1400 سالی که پس از اسلام بود ما در واقع جامعه مدنی رو با انقلاب مشروطه در ایران شناختیم چرا؟ برای که ایرانیان نخستین بار در پناه پدیده ای به نام قانون همه با هم برابر شمرده شدند و قانون به هیچ فرد یا گروه اجتماعی یا طبقه خاصی امتیاز خاصی نداد و جان و مال و ناموس افراد به دست قانون نگهبانی شد و حکومت نمیتونست از اون تاریخ در واقع از انقلاب مشروط به این سو هیچ فردی رو بدون دلیل خاصی بازداشت بکنه و بدون داشتن حکم قانونی افراد رو بازداشت بکنه یا بلایی بر سر جامعه بیاره در این جامعه نهادهای فرهنگی ایجاد شد نهادهای ارتباطی ایجاد شد نهادهای اجتماعی ایجاد شد و در واقع بخش های عمومی و خصوصی از همدیگه جدا شد و مردم تونستن در واقع یعنی دست حکومتی که در 1400 سال پس از اسلام به دست سلطان در واقع بر همه جان و مال ناموس مردم ممکن بود دسترسی داشته باشه توسط قانون جلوش گرفته شد و در واقع زندگی خصوصی مردم اختیارش افتاد دست خودشون حالا یک برنامه دیگه من برای شما تفاوت سلطنت رو هم با پادشاهی میگم ما اون که داریم در مورد صحبت میکنیم و در 1400 سال پس از اسلام داشتیم جامعه ای بوده که سلطان داشته پادشاهی وجود نداشت بدون بدو، بدو، بجز دوران کوتاه خاندان در واقع ایرانساز پهلوی که رضا بزرگ آمد و نخستین سیستم پادشاهی به معنی واقعی پادشاهی ایرانی رو دوباره بنیان گذاشت نه ولی پیش از اون یعنی من زمانی که دارم در مورد انقلاب مشروط صحبت میکنم ما سلطان داشتیم در ایران که سلطان هم مشروعیتش رو از خلیفه مسلمین میگرفت و در واقع مفهوم ملغمه ای بود از در واقع خان و خانبازی ترکی مغولی و در واقع خلافت اسلامی که تبدیل شد به یک چیزی به نام سلطنت در ایران و خوب همونجوری که گفتم پس در انقلاب مشروطه قانون اساسی مشروطه نوشته شد و ایران در واقع قانونمند شد برای نخستین بار مردم ایران همه آمدن زیر یک سیستم قانونمندی قرار گرفتند و در واقع تونستن یک جوری مشارکت اجتماعی مردم در حکومت و در با تشکیل شدن مجلس و این مسائل تونستیم در واقع یک مشارکت اجتماعی مردم رو داشته باشیم هر چند در قانون مشروطه در اون زمان به خاطر که خب بعد از 1400 سال اسلام زدگی ما تازه وارد فاز به قانونمند شدن شدیم هنوز هیچ برنامه و بخشی برای حضور سیاسی زنان در قانون طبیعه نشده بود و زنان هم حق شرکت در انتخابات و حق رأی و حق انتخاب شدن به عنوان نماینده یه مجلس و این حرفا رو نداشتن خب طبیعتا در بخش های دیگر مهم دولتی هم نمیتونستن وجود داشته باشد و خیلی پس از این در واقع این جمله در قانون اساسی که می گفت نماینده شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت است خیلی پس از انقلاب مشروط این جمله به این گونه معنا شد که پس زنان هم میتونن و باید حق رأی داشته باشن تا زمانی که پنجاه سال بعد محمد رضا شاه آریامه حق رأی قانونی به زنان رو به ایرانیان به زنان ایران داد و در واقع زنان حق مشارکت سیاسی پیدا کردن ولی خب میدونیم که در اون دورانی که حتی انقلاب مشروط اتفاق افتاد بخش بزرگی از جامعه ایران به ویژه بیشتر تا افراد سیاسی و مذهبی به این حق رای باور نداشتن و تنها در واقع میشه گفت زنان و مردان پیشگامی که بیشتر به پیروی از غرب روی خوشنشون میدادند در مورد حقوق زنان در اون تاریخ صحبت میکردند و یک بار در دوره دوم مجلس محمد تقیه وکیل و که نماینده همدان بود بحث حق رأی زنان رو مطرح کرد که در اون زمان بسیار موجب شگفتی بقیه نمایندگان شد و البته همون که میدونیم مدرس که خب از روحانیون سرشناس بود با اون مخالفت بسیار شدید کرد که تعجبی هم نداشت ما کلا در قانون اسلامی و در اسلام اصلا زن رو شهروند درجه دو میدونیم و میدونن نما اسلام اینطور هست و صاحب عقل و شعور درست حسابی هم نمیدونن و همیشه هم باید یک کفیل و ولی و آقا بالا سری داشته باشه زن وگرنه نمیتونه خودش تنهایی به نظر دین اسلام زن نمیتونست خودش به تنهایی شخصیت مستقلی داشته امر و, و نه بر خودش بکنه و زندگی بکنه ولی خب میدونیم که روحانیت نه تنها با بخش آزادی های زنان و حقوق اجتماعی سیاسیشون به شدت در ستیز بود به طور کلی با هر گونه آزادی و با هر گونه نوآوری در ایران مخالف بود و مبارزه میکرد اما دیگه میشه گفت که پس از انقلاب مشروطه تقریبا آغاز شد که زنان بیان و جمعیت های خودشون جمعیت های زنان رو درست کنن سازمان ها ها و یک سری فعالیت بین خود زنان آغاز شد فقط به خاطر اینکه در برابر قانون بالاخره یه حقوقی برای زن قائل شدن و زنان تونستن در واقع یک کمی آرام آرام یک گام یک گام یک کمی ابراز وجود بکنن اما هنوز باز در بخش خصوصی های زنان خصوصی و اینها و باز اون هنوز به دولت کاری نداشت ولی همان زمان هم میدیدیم که در کلا پشتیبانی از مشروطه زنان ایران برخلاف زنان همه خاور میانه به خاطر اون پیشینه ای که از زن نیرومند ایرانی به هر روی در نهاد این مردم همیشه وجود داشت و به ویژه در جوامع روستایی و ایلیاتی خیلی بیشتر این حس می تا در جوامع شهری که قانون اسلامی خیلی سفت و سختتر بود ما می دیدیم که زنان برای پشتیبانی از مشروطه هم یک اقداماتی انجام دادن و سازماندهی کردند و در اوایل دوران مشروطه در جو مذهبی قاجار شرکت آغازین زنان در واقع در اجتماع هنوز با یک سری باورهای مذهبی همراه بود و برای نمونه در مثلا 1906 شمار زیادی از زنان رفتن کالسکه مزفید رو متوقف کردن و ازش خواستن که به درخواست سران مشروطه و روحانیون احترام بذاره و به نیروهای خارجی تسلیم نشه خب اما بعد از اون که علمای دینی ما دیدیم که خواسته زنان برای آموزش و پرورش دختران رو رد کردن زنان آروم آروم از روحانیت یک کمی سرخوردگیشون آغاز شد و از فضای مذهبی اندک اندک دورتر شدن و پس از اینکه رضا شاه بزرگ با هدف نوسازی ایران در واقع دولت نوگرای پهلوی رو بنیان گذاشت دیدیم که آن زمان در 1310 برای نخستین بار در همه تاریخ 1400 ساله پس از اسلام زنان ایران از بزرگترین گروه های اجتماعی از بزرگترین بخش های اجتماع بودند که از اصلاحات و نوسازی رضاشاه بزرگ پشتیبانی کردند به ویژه در کشف هجاب در 1317 زنان بیشتر از همه سود بردن و مجله عالم عالم نسوان یا یعنی جهان زنان یعنی موقع میدونید که واژه‌های عربی خیلی زیاد به کار میرفت در این دوران رضا شاه پایه‌گذاری شد و دولت رضا شاه برخلاف تمام دولت‌های پیشین در قاجار و پیش از اون یار و یاور و پشتیبان زنان بود و قوانینی در, س... در واقع در سوی نگهداری از حقوق زنان و وارد کردنشون به اجتماع گذراند و آن موقع بود که زنان از بندگی ا... اسلامی یا پسماندگی اسلامی 1400 سال آزاد شدند و همون که میدونین از بزرگترین بخشهایی از اجتماع که با این بیهجابی یا کشف هجاب به اصطلاح مبارزه کرد همون روحانیون و بخش مذهبی بودند که هم به خاطر کشف هجاب رضاشاهی قیامت کردند و هم به خاطر حق رأی زنان در دوران محمد رزاشاه آریامه و هرگز دست از ستیز با حکومت پهلوی رو برنداشتند. بنابراین مهمترین بخشی که در اون اصلاح وضع زنان دیده شد قانون مدنی دوران رضا بود در 1310 مصوبه 1310 که صد ماده اون فقط به حقوق خانواده و به در واقع حقوق زنان مربوط بود و شوربختانه به خاطر نفوذ روحانیون و اصول شیعه متاسفانه به قوانین در واقع مدرن مدنی چیرگی کرد و برای نمونه مثلا ازدواج دختر که پیش از اون خب فقط با, با رضایت پدر یا جد پدری بود و زنان مسلمان حق زناشویی با مرد غیر مسلمان نداشتند و اینکه مرد حق داشتن سه زن دائمی ام و ام به غیر از همسر خودش به زن دائمی دیگه و زنان سیغه بسیار داشت و همچنین حق طلاق و حق سرپرستی از کودکان و اینکه م... 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 به اصطلاح م... م... مادر ا... یک سوم و دو سوم در واقع فرزندان خودشون مثلا یک سوم و دو سوم در اومده بود ارث می بردن و زنان سیغه ای از شوهرشون ارثی نمی بردن و زنان رسمی اگر که فرزند داشتن یک هشتم از شوهر ارث می بردن اینها همه زیر نظر همون قوانین شرعی متاسفانه اون موقع مجبور بود بمونه برای اینکه ما میدونیم که اسمش بود قانون اساسی مشروطه که مشروعه بود یعنی شریعت هم در اون دخیل بود و به عبارت دیگه رضا شاه دوران ناسیونالیسمی که ایجاد کرد هنوز زورشون زمان نمیرسید به تغییر قوانین شریعه و تغییر قوانین اونها به صورت قوانین مدنی در آوردن و خب میدونیم که هرچند که رضا شاه بزرگ اون بخشی از قانون اساسی رو که پنج تا آخوند مشتهد شیعه باید رو هر گونه قانونی که در کشور تصویب میشد اعمال نظر میکردن و رأی میدادن اون تیکه رو رضا شاه هرگز از روز آغاز اجرا نکرد و دیدیم که چه قوانین نوآورانه ای رو دولت تصویب کرد و کشور چگونه به سوی سازندگی و پیشرفت رفت و آزاد شد از قوانین دست و پاگیر اسلامی به ویژه زنان از بند هجاب آزاد شدن بنابراین یکی از مهمترین گام ها در ساختن جامعه مدنی انقلاب مشروطه بود و پس از اون رزاشایی بود که هم اون بخش قانون مشروطه مشروعه رو شریعش رو در واقع گذاشت کنار و هم آزادی هجاب رو در ایران برداشتن هجاب رو اجباری کرد برای اینکه بتونن اون بخش واقعا پنجاه درصد ناتوان و فلج مانده جامعه رو وارد اجتماع بکنن و در این رو هم که متاسفانه بسیار خود رضاشاه آسیب دید و میدیدیم که بلا فاصله پس از 1320 که رزاشا از ایران رفت نخستین کاری که انگلستان کرد ورود یک کشتی پارچه سیاه چادر مشکی بود برای اینکه دوباره این چادر رو به ایران برگردونه محمد رزا شاه در سال 1342 حق رأی زنان رو تصویب کرد و در سال 1345 قوانین نوین خانواده پایه‌گذاری شد. بنابراین ما رشد بسیار سریعی در حضور زن در اجتماع و در عرصه سیاست و در عرصه حقوق برابر زن و مرد دیدیم که در دوران محمد رضا شاه آریامه روی داد و سندلی های دانشگاه به سرعت به دست زنان پر شد و پیشرفت چشمگیری از زنان دیدیم در زمینه های تخصصی و کارآمد شدن اونها و دیدیم که زنان بلا فاصله که تونستن این حقوق برابر رو پیدا بکنن در ارساهای دولتی بالا و بالاتر رفتن در تمام دانشگاه ها، استادهای دانشگاه و در پست های بالای اجتماعی و سیاسی و از مدیران و مسئولان شهرداری و شهردار زن و افسران ارتش شاهنشاهی، استادان دانشگاه، استادان جهان هنر و حتی به پست های دیدیم که سفارت در بیرون ایران سفارت ایران در بیرون ایران و وزارت خونه هم رسیدن زنان و زنان دیدیم که اداره کردن بنیادهای زنان رو شروع کردن آغاز کردن به ویژه شهبانوی گرامی ما آمدن و در واقع اون انجمن زنان رو پایگذاری کردن و دیدیم که در اونجا زنان بسیاری رشد کردن بالنده شدن و فعالیت های بسیاری رو برای زنان و کودکان در اونجا انجام دادن و آموزشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پرورشی پیشروی رو زنان بنیاد گذاشتن و اداره کردن مدارس خصوصی بسیاری تاسیس شد و زنان بسیاری در در واقع آغازگر تغییرات بنیادین در نگرش به زن در جامعه و در نقش زن در جامعه انجام شدن و میبینیم که همه این کارهایی که رزاشای بزرگ و محمد رزاشای بزرگ و که سراغاز اونا بر حال از نظر اینکه که ایجاد یک جامعه مدنی در ایران شد با انقلاب مشروط آغاز شد میبینیم که چه نقش مهمی داشت در جامعه مدنی با توجه به حقوق زنان و اون قولی رو که در واقع رزاشوهای بزرگ از چراغ جادو در آورد که کشف اجاب بود میبینیم که در 45 سال گذشته چگونه این حکومت داره مبارزه میکنه با زنان چگونه بر سر زنان ایران میکوبه و حتی امین دو سه روز پیش که دیدین در لندن چگونه تظاهرات مسالمت آمیزی که زنان جلوی سفارت جمهوری اهریمنی و شیطانی اسلامی ایران انجام دادن چگونه این عرازل و آدمکشان حکومت اومدن بیرون و در هزاره سوم در جلوی چشم همه مردم دنیا در جلوی همه این دوربین ها زنان ایران رو مورد ضرب و شتم و کتکاری قرار دادند و اون رفتار بدوی و بربری خودشون رو دوباره به نمایش گذاشتن و این نشون میده که چه اندازه حکومت ایران از زنان میترسه چه اندازه حکومت ایران از یعنی حکومت اسلامی این جمهوری اسلامی و قوانین اسلامی چقدر زن ستیزن و چقدر از زنان متنفرن و چقدر رفتار غیرانسانی و بربری رو با زنان در درون و بیرون ایران نشون میدن و تمام این نابرابری هایی که در چهل و پنج سال گذشته در جامعه ایران ایجاد کرده این حکومت اسلامی نه تنها در مورد حقوق زنان و نابرابری های جنسیتی که اعمال کرده که ریشه در اون اسلام داره بلکه نابرابری های ملی ایجاد کرده یعنی بین شیعه و سنی بین مسلمان و غیر مسلمان بین این بخش کشور با اون بخش کشور و میبینید که یک نابرابری و بیداد به کلی کلی در ایران ایجاد کرده این حکومت و خب این به من و شمای ایرانی باید این پیام رو برسونه که نخستین گام برای که شما ببینید یک جامعه چقدر توسعه یافته است چقدر پیشرفته است چقدر جامعه قابل زندگی در جهان مدرنه این هست که ببینید رفتارش با زنان رفتارش با کودکان و جانوران و زیست چگونه است و از اون جایی که ما میبینیم که در این 45 سال رفتار حکومت به صورت کاملا هدفمند و سیستماتیک از بالای حکومت بر مبنای نابرابری و تبعیض و خودی و ناخودی کردن و بخش‌های گوناگون ایران را از هم جدا کردن و یک پارچگی ملی را از بین بردن و نامگذاری کردن بر روی افراد گوناگون ایران در بخش‌های گوناگون ایران که هم همه ما یک ملت ایران هستیم رو تبدیل بخوام بکنن به کشور اقوام ایرانی و نام اقوام اقوام رو مرتب به کار بردن و نام خودی و ناخودی رو به کار بردن و نام اقلیت و اکثریت گذاشتن روی بخش های گوناگونی از جامعه همه اینها نشون میده که چگونه این حکومت اسلامی و کلا قوانین اسلامی ضد جامعه مدنی است و ضد جامعه برابره و چگونه میتونن این اتفاقات تکه پاره بکنن یک جامعه رو و رشد و توسعه یک جامعه رو به عقب بندازن و ویرانی ایجاد بکنن و نابسامانی و بنابراین ما به عنوان ایرانی هایی که ایران هستیم یعنی اولویت نخستمون ایرانه و ایران فقط این مرزهای جغرافیایی تعبیر نمیشه هر آنچه که در مرزهای سیاسی و جغرافیایی یک کشور هم هست رو ما ایران داریم میدونیم یعنی ما از آنچه که میگیم ایران منظورمون از کوه و دشت و جنگلش هست تا تمام تک تک انسان ها و جانوران دیگری که اصلا در این کشور دارن زندگی میکنن همه اینها آب و خاک و آن به اصطلاح هوای ایران همه اینها برای ما ایران محسوب میشه و این حکومت کاری که کرده کل این ایران رو از بین برده نه تنها یه جامعه مدنی وجود نداره در ایران نه تنها بخش ها و افراد گوناگون ایرانی در برابر قانون یکسان نیستن نه تنها خودی و ناخودی و تبعیض های گوناگون اینا ایجاد کردن بلکه یک پارچگی ملی رو اینا از بین بردن و نابرابری و تبعیض جنسیتی هم ایجاد کردن و همه اینها موجب میشه که یک کشور از رشد و توسعه باز بمونه که می نیم در این و پنج سال باز مونده کشوری که یک زمانی ابرقدرت قدرت خاور میانه بود و بزرگترین نیروی صبات خاور میانه بود اکنون نه تنها بزرگترین نیروی بی صباتی در خاور میانه شده یک حکومت تروریستی بلکه جامعه مدنی یعنی هر آنچه که از انقلاب مشروطه به این سو و به ویژه توسط رضا شاه بزرگ پدر ایران نوین و محمد رضا شاه آریامش ساخته شد و اینها ویران کردند. دستاوردها رو از بین بردن و یک جامعه غیر مدنی از خودشون به جا گذاشتن جامعه که هیچ چیزش به زندگی مدرن دوران هزاره سوم نمیخوره و رفتار حکومت با مردم بسیار بربری و مانند دشمنان خودش با مردم رفتار میکنه و البته این تصورشون هم درسته برای اینکه مردم ایران هرگز دوستی ندارن با حکومت آدم خوش جنایتکاری که میلیون ایرانی رو در 45 سال گذشته به خاک و خون کشیده با جنگ عراقی که درست کرد با سرکوب های مختلف با اعدام های گوناگون به دلایل مختلف با سرکوب وحشتناک زندانیان سیاسی با از بین بردن تعداد و شمار بسیاری از زنان و دختران ایران و با رفتار بربری که نشون میده در برابر مردم مطمئنا هیچ وقت این حکومت و این ملت در کنار هم نمیتونستن قرار بگیرن و نخواهند تونست بین این مردم و اون حکومت جویهای خون در جریانه و این ما مردم ایران هستیم ما ایرانگراهایی که اولویتمون باقی ماندن این کشوره بازسازی این کشوره زندگی بهتر برای مردم این کشور و نسل هایی که هنوز نیمدن به این کشور هست باید بدونیم که در چارچوب جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ گونه جامعه مدنی در ایران ساخته و شکل نمیگیره ساخته نمیشه شکل نمیگیره و ایران هرگز نمیتونه وضعیتش و وضعیت مردمش و وضعیت اقتصادش و وضعیت اجتماعش و وضعیت سیاست خارجیش و هیچ گونه از بخش های گوناگون این جامعه درست کار نخواهد کرد بنابراین ما هممون باید اینو بدونیم که جامعه مدنی ساخته شدن شرایطی داره مفهومی داره و حقوق زنان و حقوق کودکان یکی از مهمترین بخش است که در هر جامعه مدنی باید بهش توجه بشه و اولویت در واقع یک جامعه مدنی برای ساخته شدن اول بخش های ناتوانتر اون جامعه رو توانمند کردن و حقوق برابر دادن و امکانات رشد و بالندگی رو براشون فراهم کردنه سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه و از شما میخوام همه کسانی که این سری برنامه ها رو نگاه میکنید اگر اینها رو سودمند میبینید در اختیار سایر هم میهنان هم بگذارید و این برنامه ها رو معرفی کنید و حتی میتونید که در کانال یوتیوب جنبش رنسانس این برنامه ها رو و برنامه های بسیار دیگری رو که جنبه آموزشی و جنبه در واقع روشنگرانه داره ببینید و به سایر همی هنان هم برسونید تا همگی با هم بتونیم شمار بیشتریمون توانمندتر بشیم و بتونیم یک جامعه و یک کشور و یک حکومتی داشته باشیم در آینده که اولویت نخستش ایران و ایرانی است سپاس از شما بدرود تا برنامه آینده و پاینده ایران و ایرانی